بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و امیدواری صحتمندی و سلامتی شما مسئولان عزیز، در این درس در مورد تفکیک قوا بحث داریم و مسائل اساسی و محوری در این درس عبارت است از هدف تفکیک قوا چی است، پیشینه تفکیک قوا چیگونه بود و نظریه پردازی که در این رابطه صورت گرفته او چیگونه هست، و همچنان بحث انواع تفکیک قوا مطرح میشه که نوع مطلق تفکیک قوا و همچنان نوع نسبی تفکیک قوا مطرح میشه، و در نهایت هم به مباحث چون نظریه تفکیک دو قوا، قوه تعدیل و قوه مؤسس، و همچنان بحث چگونگی انتشار نظریه تفکیک قوا بحث داریم. خب، مسئله اول این است که هدف از تفکیک قوا چی هست؟ به گونه خلاصه خدمت شما مطرح باید بکنم که منظور از مطرح کردن بحث تفکیک قوا یافتن بهترین شیوه اعمال حاکمیت است. بهترین شیوه اعمال حاکمیت از تفکیک قوا منشأ میگیره. وقتی که قدرت عمومی تفکیک شوه و تقسیم شوه در چندین نهاد و وظایف تقسیم شوه، این حالت بهترین حالت هست برای اعمال حاکمیت، چون در موجودیت تفکیک قوا از لحاظ مدیریتی وظایف تقسیم میشن، تداخل وظیفوی و بحث مشخص نبوده وظیفه نهادها مطرح نمیشه. همچنان در حالت تفکیک قوا قدرت تقسیم میشه در نهادها و از تجمع و تمرکز قدرت در یک مرکز جلوگیری میشه، بناهن این حالت به نفع دموکراتیک بودن ماهیت نظام هم است و از استبداد جلوگیری میکنه. از طرف دیگر این فضا فضایی هست که برای فرد هم در مقابل دولت یک فضای مناسب و بهتره را از لحاظ جایگاه باز میکنه. از این لحاظ میتونیم مشخصا خلاصه بگوییم که هدف از مطرح کردن بحث تفکیک قوا یافتن بهترین شیوه اعمال حاکمیت هست، که بهترین شیوه اعمال حاکمیت همان است که در آن استبداد نباشه، وظایف تقسیم باشه و فرد در مقابل قدرت عمومی یا دولت جایگاه مشخص خود داشته باشه. بحث دوم پیشینه و نظریه پردازان برجسته تفکیک قوا هست. یعنی بحث این است در رابطه که کیها نظریه پردازی کرده به ارتباط بحث تفکیک قوا، و در طول تاریخ این نظریه پردازی در چه زمان صورت گرفته. اولین دانشمندی که در دوران باستان و هزاران سال پیش در رابطه با بحث تفکیک قوا نظریه پردازی کرده و اندیشیده ارسطو هست. ارسطو در کتاب خود این مسئله را مطرح کرده که دولت از سه رکن باید تشکیل شود. یکی مجمع عمومی ملت است که اینا تصامیم مهم و حیاتی را اتخاذ میکنه، که واضح نیست البته در اندیشه ارسطو، اما میتونیم تعبیر بکنیم این نهاد را، یعنی مجمع عمومی ملت را، به نهادهای امروزی مانند پارلمان و شورای ملی و به همین نام ها که یاد میشه. نهاد دوم هیئت مستخدمین هست که تصامیم گرفته شده توسط مجمع عمومی ملت را اینها اجرا میکنه. میتونیم تعبیر بکنیم این نهاد را به نهاد اجرایی. و همچنان محاکم هست که به حل و فصل اختلافات بین مردم میپردازه. بدون شک که منظور از این نهاد قوه قضاییه هست. از این لحاظ معلوم میشه که خیلی روشن و صریح بحث تفکیک قوا توسط ارسطو
هزاران سال قبل مطرح شده، اما نه تحت عنوان تفکیک قوا. ما اگر به ماهیتی موضوع ببینیم، بدون شک که بحث تفکیک قوا هست، اما تحت عنوان تفکیک قوا مطرح نشده. بیشتر فکر میشه که منظور ارسطو از مطرح کردن چنین بحث تقسیم وظایف باشه در درون نهادهای مرتبط با دولت. خب بعدها در عصر حاضر کسانی که در این رابطه صراحتا نظریه پردازی کرده، جان لاک هست و همچنان منتسکیو هست که اینا نامداران معروف بحث نظریه تفکیک قوا هست. جان لاک بحث سی قوه را مطرح کرد و گفت که یک قوه قوه مقننه هست که قانون‌گذاری میکنه، قوه دوم قوه اجرایه هست که قوانین تصویب شده قوه مقننه را اجرا میکنه، و قوه سوم هم قوه متحده یا فدراتیف هست که امور بین المللی مربوط به این قوه میشه، اعلان جنگ و صلح با دیگر کشورها، برقراری روابط بین المللی با سایر کشورها، امضا و انعقاد معاهدات با کشورهای دیگر. اینها را از جمله وظایف قوه متحده دانسته جان لاک. در بحث جان لاک قوه قضایه وجود نداره. البته از دید جان لاک قوه قضایه قوه مستقل نیست، یک قوه هست وابسته و مربوط به قوه اجرایه، اما قوه متحده را یک قوه مستقل تعریف میکنه. منتسکیو بحث سی قوه را مطرح کرد و به نظر منتسکیو اعمال حاکمیت باید از طریق سی اقتدار صورت بگیره. و قبلا خدمت شما اشاره کردم که هدف از تفکیک قوا یافتن بهترین شیوه اعمال حاکمیت هست که منتسکیو به این بحث خیلی به صراحت اشاره میکنه که اعمال حاکمیت از طریق سی اقتدار صورت میگیره. او سه اقتدار، اقتدار قوه مقننه هست، قوه اجرایه هست و همچنان قوه قضایه است. میبینیم که منتسکیو خیلی صریح بحث سه قوه را مطرح کرده، و همین دلیل هم نام منتسکیو در مباحث مربوط به تفکیک قوا بیشتر یاد میشه، اگرچه این بحث از زمان ارسطو مطرح شده و باور من بحث اساسی و زیربنایی را ارسطو مطرح کرده. سایر دانشمندان در طول تاریخ اگر این بحث را برجسته کرده، در حقیقت از اندیشه ارسطو الهام گرفته و بحث اساسی را میتونیم مربوط به ارسطو بدانیم. اما باز هم در منابع مربوط به حقوق اساسی، در اکثریت منابع و کتابها نام منتسکیو خیلی معروف هست که چون نظریه تفکیک قوا را خیلی به صراحت مطرح کرده و بحث سی قوا را به صراحت مطرح کرده و در این رابطه شفافیت بیشتر را در از لحاظ نظری ایجاد کرده. خب بحث این است که از نظر منتسکیو هدف اساسی تفکیک قوا چی بود؟ اساساً منتسکیو به دنبال این بحث بود که از طریق تفکیک قوا که بهترین شیوه اعمال حاکمیت است، تضمین آزادی فرد است. از نظر ارسطو اگر تفکیک قوا وجود نداشته باشد، آزادی فرد نمیتونه وجود داشته باشد. اگر تفکیک قوا وجود داشته باشد، آزادی فرد میتونه که تضمین شود در چنین فضایی. و چند دلیل. یک دلیلی است که در تفکیک قوا از استبداد جلوگیری میشه و جلوگیری از استبداد به نفع آزادی است. از طرف دیگر قدرت تقسیم میشه بین نهادها. اگر یک نهاد که یک بخشی از حاکمیت مربوط به آن میشه در رابطه با آزادی افراد بی‌پروا باشه، میتونه که نهاد دیگر مانع آن شود.
چون که بحث مهار قدرت در اینجا توسط قدرت مطرح میشه. اساسا قدرت طبیعت سرکش داره، یعنی قدرت تمایل داره به این که حوزه اعمالشان بیشتر باشه، اما این که اگر در مقابل قدرت وجود داشته باشه میتونه که از سرکشی قدرت جلوگیری بکنه. به این اساس قدرت باید مهار شوه، اگر مهار نشوه آزادی از بین میره. و مهار قدرت در فرمول تفکیک قوا نهفته است از دید منتسکیو، یعنی این که اگر یک بخش از قدرت در اختیار قوه مقننه باشه، بخش دیگه قدرت عمومی در اختیار قوه اجرایه باشه، بخش دیگه در اختیار قوه قضایه باشه، می‌بینیم که قدرت عمومی تقسیم میشه به نهادها. یک نهاد اگر به ارتباط آزادی افراد بی‌پروا باشن، نهاد دیگر میتونه مانع شود. از این لحاظ قدرت توسط قدرت در بحث تفکیک قوا میشه مهار شود و این مهار قدرت هم به نفع آزادی است. منتسکیو طرفدار دو مجلسی بودن قوه مقننه بود. اندیشه منتسکیو این بحث به صراحت مطرح شده که قوه مقننه باید دو مجلسی باشه. البته استدلال منتسکیو این است که اگر قوه مقننه دو مجلسی باشه میتونیم به یک تعداد از انسانهایی که دارای استعداد فوق‌العاده هست یا دارای جایگاه ویژه هست از لحاظ اجتماعی، از لحاظ روحانی، از لحاظ علمیت و نخبگی، از لحاظ ثروت در جامعه، آنها هم در قوه مقننه چانس حضور را بدون این که مراجعه بکنه و انتخابات داشته باشن. مثلا ما میبینیم که در بعضی از ساختارهای دو مجلسی قوه مقننه در مجلس دوم بعضی از اعضا از همین طبقات ممتاز تعیین میشه و به گونه گزینشی و انتصابی تعیین میشه، نه به گونه انتخابی. مثلا در افغانستان یک بخش یا یک کتگوری از اعضای مجلس مشان جلگه توسط رئیس جمهور انتصاب میشن و در او از طبقات زنان باید اعضا باشن، از طبقات معلومین، معیوبین و کوچیها و همین قسم اقشار محروم یا اقشار ممتاز باید در آنجا جای داشته باشن. از نظر منتسکیو زمانی میتونیم که قوه مقننه خوب داشته باشیم که دو طاقه یا دو مجلسی باشه. یک مجلس مستقیما توسط آرای مردم انتخاب میشه، مجلس دوم از طبقات ممتاز و یا هم از طبقات محروم جامعه میشه که حضور پیدا بکنه و موجودیت آنها در قوه مقننه مؤثریت خاص خود را دارد. بحث دیگری که منتسکیو مطرح کرده در رابطه با مسائل مربوط به تفکیک قوا، تعادل میان قوا هست. از نظر منتسکیو در بحث تفکیک قوا، قوه مقننه چون قانونساز است، ذاتاً این قوه دارای یک نوع اقتدار بیشتر هست. به خاطر این که یک قوه بر قوه دیگه غلبه پیدا نکنه و تسلط پیدا نکنه، باید بحث تعادل وجود داشته باشه میان قوا. و تعادل میان قوا زمانی ممکن هست که یک قوه برای جلوگیری از سلطه قوه در برابر خود بعضی از ابزارها را در اختیار خود داشته باشه. به گونه مثال به خاطر همین بحث منتسکیو پیشنهاد میکنه که به خاطر جلوگیری غلبه و تسلط قوه مقننه بر قوه اجرایه، باید رئیس جمهور حق داشته باشه که بر اساس دلایل مشخص از توشیح یا امضای قوانین مصوب به قوه مقننه خودداری بکنه و پس مسترد بکنه به قوه مقننه. همچنان قوه اجرایه یا رئیس قوه اجرایه باید حق انحلال پارلمان را با خود داشته باشه و اینکه مجالس پارلمانی
و مربوط به قوه مقننه و دائمی نباشه. اینا تمام ابزارهایی است در اختیار قوه اجرایه به خاطر اینکه جلوگیری بکنه از تسلط و غلبه قوه مقننه بر قوه اجرایه. همچنان قوه مقننه هم به خاطر جلوگیری از تسلط و غلبه قوه اجرایه باید بعضی ابزارها را در اختیار خود داشته باشد. مثلا ابزار نظارت بر اعمال قوه اجرایه، بحث استیضاح و بحث پاسخگویی و مسئولیت در مقابل قوه مقننه، اینها از جمله ابزارهایی است که در اختیار قوه مقننه هست و میتونه از طریق ابزارها از تسلط و غلبه قوه اجرایه بر قوه مقننه جلوگیری بکنه. تعادل میان قوا در اندیشه منتسکیو به همین معنا هست که جلوگیری صورت بگیره از تسلط یک قوا بر قوه دیگر، و به خاطر همین منظور یک قوا باید در برابر قوه دیگر بعضی از ابزارها را که اشاره شد خدمت شما در اختیار خود داشته باشه. بحث دیگر در درس حاضر ما انواع تفکیک قوا است. دو نوع تفکیک قوا را مطرح میکنیم. نوع اول نوع مطلق تفکیک قوا هست و نوع دوم هم نوع نسبی تفکیک قوا هست. شاخص های عمده تفکیک مطلق قوا عبارت است از: اول، در حالتی که تفکیک قوا مطلق باشه، وزرا فقط عضو قوه مجریه هست. وزرا در عین زمان نمیتواند که اعضای قوه مقننه هم باش، اما در حالت نسبی این ممکن است. دوم، وزرا و رئیس قوه اجرایه حق مشارکت و صحبت در مجالس قوه مقننه را ندارد. در حالتی که تفکیک قوا مطلق باشد، وزرا نمیتونه و همچنان رئیس قوه اجرایه نمیتونه که مشارکت بکنه در مجالس قوه مقننه و صحبت داشته باشه و این صحبت تاثیرگذار باشه روی ذهنیت اعضای قوه مقننه. سوم، وزرا در برابر پارلمان مسئولیت نداره در حالت تفکیک مطلق. وزیر فقط در برابر رئیس قوه مجریه یا صدر اعظم یا رئیس جمهور مسئولیت داره و هیچ مسئولیتی در برابر قوه مقننه نداره. قوه مقننه نمیتونه که وزیر را وادار به پاسخگویی بکنه. به خاطر تعیین وزیر رأی اعتماد داده نمیتونه. به خاطر اینکه از عملکرد وزیر راضی نباشه، بحث سلب اعتماد نیست و در کل نمیتونه که قوه مقننه نظارت داشته باشه بر عملکرد قوه اجرایه. بنابراین وزیر فقط در برابر یک مرجع و آن مرجع هم رئیس قوه اجرایه هست در برابر آن مسئولیت داره و در برابر پارلمان هیچ مسئولیتی نداره. قوه مجریه حق پیشنهاد طرح قانون را نداره. یک بحث مهم است. در حالتی که تفکیک قوا مطلق باشه، قوه اجرایه نمیتونه که قانون را پیشنهاد بکنه غرض تصویب به قوه مقننه. قوه مقننه خودشان ابتکار قانون را داره با خود و این حق ابتکار قانون از قوه اجرایه سلب هست در حالتی که تفکیک قوا مطلق باشه. یعنی این که بحث قانون از ابتکار گرفته تا تصویب تا تصویب و تا تایید و تا تمام مراحل را باید در قوه مقننه تایید کنیم. ویژگی دیگر هم این است که رئیس قوه اجرایه صلاحیت امتناع از توشیع قوانین را ندارد. قسمی که خدمت شما قبلا هم عرض کردم به خاطر تعادل ای بحث ضرور بود. در حالتی که تفکیک قوا مطلق باشه، رئیس قوه اجرایه حق نداره که از توشیع و یا امضای قوانینی که تصویب شده توسط قوه مقننه امتناع بکنه و یا خودداری بکنه.
در چنین حالت رئیس قوه اجرایی هم ملزم هست که قوانین مصوب به قوه مقننه را باید امضا بکنه. دلیلی است که حق ذاتی قوه مقننه هست قانون گذاری، پس قوه مجریه باید هیچ گونه دخالتی در امور ذاتی قوه مقننه نداشته باشد اگر تفکیک قوا مطلق باشد. قوه مجریه هم حق انحلال پارلمان را ندارد. این در حقیقت به معنی مداخله قوه اجرایه در قوه مقننه هست اگر حق انحلال را داشته باشد. منطق حاکم بر تفکیک قوای مطلق این است که هیچ قوه نباید در امور قوه دیگه مداخله بکنه. از این لحاظ این بحث مداخله هم در برابرشان ممانعت اجرا شده که از لحاظ اصل رئیس قوه اجرایه نمیتونه که پارلمان را منحل اعلام بکنه. قوه مقننه حق نظارت از قوه مجریه را نداره. ای هم به معنی مداخله تلقی میشه بر اساس منطق تفکیک مطلق قوا. قوه مجریه و قوه مقننه حق عفو و تخفیف مجازات را نداره. ای هم به معنی مداخله در امور قوه قضاییه تلقی میشه اگر قوه مجریه و قوه مقننه حق عفو و تخفیف مجازات را داشته باشه. چون تعیین مجازات و عفو مجازات و حق تخفیف مجازات ذاتاً به اساس منطق تفکیک قوا از جمله وظیفه قوه قضاییه است. خب اگر چنین حالت را ببینیم که قوه مقننه و یا مجریه حق عفو و تخفیف مجازات را دارد، به این معنا هست که حالت مطلق تفکیک قوا وجود ندارد. یک بخشی از وظیفه‌ای قوه قضاییه به قوه مجریه و یا قوه مقننه ارتباط گرفته، اما در حالت تفکیک مطلق قوا چنین حق را قوه مجریه و مقننه نداره، چون اینکه ای از جمله وظیفه ذاتی قوه قضاییه است. قوه مجریه در متهم نمودن وزرا و همچنان در محاکمه وزرا هیچ نقش ندارد. ای هم از جمله شاخص‌های عمده تفکیک مطلق قوا است. بس را خدمت شما جمع می‌کنم در چند کلمه. اگر تفکیک قوا مطلق باشد، به این معنا هست که وظایف میان قوا به گونه‌ای تقسیم شده که هیچ قوا حق مداخله در امور ذاتی قوه دیگر ندارد. این به چند معنا هست. یک معنایی است که از لحاظ وظیفوی قوا از یکی دیگر جدا هست و متمایز هست. علاوه بر این که از لحاظ وظیفوی قواها از یکی دیگر تفکیک شده، از لحاظ ارگانیکی هم قوا با یکی دیگر وابسته نیست و از یکی دیگر جدا هست. یعنی هم تفکیک از لحاظ وظیفوی وجود داره و هم از لحاظ ارگانیکی. وظایف هر قوه از یکی دیگر جدا هست. یک قوه در امور قوه دیگر حق مداخله نداره. از لحاظ ارگانیکی هم در ایجاد یک قوه قوه دیگر هیچ نقش نداره. به این اساس وقتی که تفکیک قوه مطلق باشه، این شاخص هایی که فهرست شده روی سکرین خدمت شما و ما هم رویش بحث کردیم، ای حتمی هست. اما یک نکته را در نظر داشته باشید که تفکیک مطلق قوا در تئوری مطرح میشه، اما در عمل بسیار مشکل هست که چنین حالت را از تفکیک قوا وجود داشته باشه. بسیاری از کشورها به حالت نسبی تفکیک قوا روی میاره، به دلیل اینکه حالت مطلق قوا در عمل از یک لحاظ مشکل هست و از لحاظ دیگر چالش‌زا هست برای اعمال حاکمیت. خب بحث دوم نوع تفکیک نسبی قوا هست. برعکس تفکیک مطلق قوا در اینجا
اگرچه از لحاظ اصل وظایف قوا با هم جدا هست و تفکیک شده از یکی دیگر، اما با وصف جدایی و تقسیم وظایف قوا با هم همکاری دارد و یک حالت از تداخل وظیفوی، البته به خاطر همکاری و به خاطر بهبود ایوان حاکمیت و به خاطر اینکه چالش خلق نشود در مسائل حاکمیتی، یک نوع همکاری وجود دارد میان قوا. خب شاخص‌های عمده و ویژگی‌های عمده تفکیک نسبی قوا عبارت است از: یک، قوه مقننه در متهم نمودن و محاکمه وزرا نقش دارد. وقتی که حالت نسبی باشد در تفکیک قوا، قوه مقننه می تواند که وزیر متهم بکند به ارتکاب جرم و محاکمه بکند به ارتکاب جرم. یعنی این که ای کار اساساً کار قضایی هست از یک لحاظ. از طرف دیگر مربوط میشه به قوه اجرایه، به وزرا. اما ما میبینیم که در اینجا یک نوع تداخل وظیفوی وجود داره. به همین لحاظ چنین تفکیک، تفکیک نسبی میگیم، نه تفکیک مطلق. دوم، قضات از جانب قوه اجرایه و با تأیید قوه مقننه تعیین میشه، مخصوصا قضات ارشد. منطق مطلق تفکیک قوا چنین اجازه ای را نمیده. وقتی که تفکیک قوا مطلق باشد، کارهای قضایی باید مربوط به قوه قضایه شود، کارهای قانونگذاری باید مربوط به قوه مقننه شود و امور اجرایی باید مربوط به قوه اجرایه شود. اما وقتی که قضات توسط قوه اجرایه تعیین میشه و به تأیید قوه مقننه تعیین میشه و برای امور قضایی تعیین میشه، بدون شک که ما در اینجا حالت تفکیک مطلق قوا را نمیبینیم. بحث این که در ایجاد یک قوه قوه دیگر نقش داره، یعنی وابستگی ارگانیکی دیده میشه در اینجا. بنابراین نمیتونیم بگوییم که چنین تفکیک تفکیک مطلق است. اگر چنین حالت وجود داشته باشه، این تفکیک تفکیک نسبی است. سوم، رئیس قوه اجرایه حق عفو و تخفیف مجازات دارد. مسئله حق عفو و تخفیف مجازات ذاتاً از جمله وظایف قوه قضایه است. اما وقتی رئیس قوه اجرایه چنین حقی را داشته باشد، به این معنا که بین قوه اجرایه و بین قوه قضایه یک تداخل وظیفوی یا اینکه یک همکاری برای بهبود انجام وظایف حاکمیتی وجود دارد. از این لحاظ در صورت که رئیس قوه اجرایه حق عفو و تخفیف مجازات را داشته باشد، این حالت حالت تفکیک نسبی قوا است. اما در حالت مطلق دیدیم که نه قوه اجرایه و نه قوه مقننه حق تخفیف و عفو مجازات را نداشت. این کار ذاتاً مربوط به قوه قضایه می شود. 4. قوه مقننه حق عفو عمومی را دارد. چون صلاحیت قانونگذاری با قوه مقننه هست، بنابراین میتونه که از طریق تصویب قانون عفو عمومی را اعلام بکنه و چنین حقی را باز در حالت تفکیک نسبی، در حالت مطلق قوه قضایه نداره. پنج، اعلان جنگ و صلح با خارج و تصویب معاهدات بدون تأیید قوه مقننه صورت نمیگیره. ببینید که این مسائل ذاتاً در اختیار قوه اجرایه است. اعلان جنگ با کشور بیرونی، اعلان صلح با کشور خارجی و تصویب معاهدات با بیرون، این کارها ذاتاً مربوط میشه به قوه اجرایه. اما اگر حالت تفکیک نسبی قوا وجود داشته باشد، به اساس تأیید قوه مقننه چنین کارهای صورت میگیره و بدون تأیید قوه مقننه چنین کارهای صورت گرفته نمیگیره.
شش رئیس قوه اجرایی از صلاحیت انحلال پارلمان را دارا است. وقتی که تفکیک قوا نسبی باشه، رئیس قوه اجرایی میتونه که پارلمان را منحل اعلام بکنه. ببینید، خدمت شما عرض کردم قبلا که در حالت مطلق تفکیک قوا، در ایجاد یک قوه دیگر اصلا نقش نداره. اما در حالت تفکیک نسبی در ایجاد یک قوه دیگر نقش داره. این نمیتونیم بگویم وابستگی ارگانیکی. وقتی که رئیس قوه اجرایه صلاحیت انحلال پارلمان را داشته باشه، به این معنا هست که در ایجاد قوه مقننه نقش داره، بدن وابستگی ارگانیکی دیده میشه بین اینها. از این لحاظ این حالت را نمیتونیم تفکیک مطلق بگوییم. این حالت حالت نسبی تفکیک قوا است. رئیس قوه مقننه صلاحیت امتناع از توشیح قوانین را دارا است. در حالت مطلق دیدیم که رئیس قوه اجرایه این صلاحیت را نداشت. ملزم بود به توشیح قوانین مصوب قوه مقننه. اما در حالت نسبی رئیس قوه مقننه میتونه که امتناع بکنه و خودداری بکنه از توشیح قوانین مصوب قوه مقننه و به اساس دلایل مشخص او را پس مسترد بکنه به قوه مقننه به خاطر تصویب مجدد. قوه اجرایه حق پیشنهاد طرح قانون را دارد. حق ابتکار قانون با قوه مجریه هست. اساسا منطق تفکیک قوا ایر نمیپذیره، چون این وظیفه ذاتی قوه مقننه هست. اگر تفکیک مطلق باشه، قوه اجرایه نباید این حق را داشته باشه، چون این وظیفه ذاتا برمیگرده به قوه مقننه. اما اگر تفکیک نسبی باشه، بحث همکاری وجود داشته باشه، در این صورت قوه اجرایه میتونه که حق ابتکار قانون را با خود داشته باشه، پیشنهاد بکنه قانون را و کارهای اولیه را انجام بده و بخاطر تصویب به قوه مقننه را دوام بکنه. قوه مقننه صلاحیت نظارت بر قوه اجرایه را دارا است. خب، منطق مطلق تفکیک قوا ایجاب میکنه که هیچ قوه نباید در امور قوه دیگه مداخله بکنه. اما در حالت نسبی ما میبینیم که قوه مقننه میتونه که نظارت بکنه بر عملکرد قوه اجرایه. بنان منطق نسبی تفکیک قوا ایر میپذیره که قوه مقننه صلاحیت نظارت بر عملکرد قوه اجرایه را به خاطر بهبود عملکرد قوه اجرایه داشته باشه. اعضای پارلمان میتونه که عضویت قوه اجرایه را هم داشته باشه. در حالت تفکیک نسبی، در عین زمان که یک کس عضو قوه اجرایه هست، میتونه که عضو قوه مقننه هم باشه. رئیس قوه اجرایه و وزرا میتونه در مجالس قوه مقننه اشتراک بکنه، صحبت بکنه و تأثیرات خاص را از این رهگذر بر ذهنیت قانونگذاران داشته باشه. ای هم در حالت تفکیک نسبی قوا دیده میشه، اما در حالت مطلق تفکیک قوا این ویژگی و این حالت دیده نمیشه. بحث را خدمت شما جمع میکنم و خلاصه میکنم. در حالت تفکیک نسبی قوا از لحاظ اصل تفکیک قوا وجود داره، اما علاوه بر این که تفکیک قوا وجود داره، همکاری میان قوا هم به خاطر بهبود اعمال حاکمیت و به خاطر بهبود وضعیت و به خاطر اینکه چالش ها خلق نشود در امور حاکمیتی، همکاری میان قوا وجود دارد. و از طرف دیگر یک نوع وابستگی ارگانیکی بین قوا مشاهده میشه. وقتی که قوه اجرایه میتونه قوه مقننه را منحل بکنه، به این معنا که وابستگی ارگانیکی مشاهده میشه. وقتی که قوه مقننه صلاحیت نظارت بر قوه مجریه را داشته باشه و در این نظارت بحث رأی اعتماد به وزیر مطرح شود و بحث رأی سلب اعتماد به وزیر مطرح شود و بحث وادار کردن وزیر به استعفا مطرح شود،
به این معنا که بدون تایید و موافقت قوی مکننه حیات سیاسی قوی مجریه ممکن نیست. این بحث هم این مسئله را تقویت میکنه که وابستگی ارگانیکی قوی مجریه با قوی مکننه وابسته است. بنان یک نوع وابستگی ارگانیکی هم مشاهده میشه. وقتی که قضات ارشد از جانب قوی اجرایه و با موافقت قوی مکننه تعیین میشه، به این معنا هست که موجودیت قوی قضایه از لحاظ ارگانیکی و نهادی وابسته هست و اراده قوی مجریه و اراده قوی مکننه. بنان با وصف موجودیت تفکیک قوا، همکاری میان قوا هم وجود داره و یک نوع وابستگی ارگانیکی و نهادی هم بین قوا مشاهده میشه. خب در رابطه با بحث نظریه تفکیک قوا، یک ایده از دانشمندان به این باور است که در تفکیک قوا فقط دو قوا وجود دارد و بحث قوی سوم را منتفی می داند. از نظر ایده دانشمندان اینا میگن که این بحث منشأ می گیره از قانون و قانون دو مرحله داره، یکی مرحله وضع و دیگه مرحله اجرا. وضع مربوط به قوه مقننه میشه و اجرا مربوط به قوه اجرایه میشه. از نظر ایده دانشمندان رسیدگی به امور قضایی و حل فصل اختلافات از جمله اجرای قانون محسوب میشه، بنابراین او وابسته است به قوه اجرایه و قوه قضایه را ایده دانشمندان یک قوه مستقل نمیدانه، او رو وابسته به قوه اجرایه میدانه. بنابراین نظریه تفکیک دو قوا هم مطرح هست که فقط قوه اجرایه و قوه مقننه باید وجود داشته باشه. بحث موجودیت قوه سوم و قوه قضایه از نظر ای دانشمندان اضافی است. و یک ایده بحث قوه تعدیل و قوه مؤسس را مطرح میکنه. به باور بعضی از دانشمندان علاوه بر سه قوه، یعنی قوه مقننه و قوه قضایه و قوه اجرایه، یک قوه مهم وجود داره به نام قوه مؤسس که در حقیقت این قوه تصویب کننده قانون اساسی هست و مؤسس تمامی قوه های دیگر هست. در این بحث قوه مؤسس همان قوه هست که قانون اساسی را تصویب میکنه و از رهگذر تصویب قانون اساسی و ایجاد قانون اساسی، قوه های تأسیسی چون اجرایه، مقننه و قضایه به وجود میاد. از نظر ایده دانشمندان قوه مهم به نام قوه مؤسس نباید در این بحث فراموش شود و این قوه قوه زیربنایی هست و قوه چهارم هست که ما در مبحث تفکیک سه قوه ایره فراموش کردیم. اما برعکس منتقدین باز این مسئله را به این دلیل نقد میکنه که قوه مؤسس بدون شک که برای قوه های تأسیسی چون اجرایه، قضایه و مقننه که از طریق قانون اساسی به وجود میآید حالت زیربنایی دارد، اما به این دلیل که موقت است و پناپذیر است، به این دلیل ما نمیتونیم که به عنوان قوه چهارمی مطرح بسازه. به هر صورت یک عده به این باور هستند که در بحث تفکیک قوا نباید قوه مؤسس فراموش شود و قوه مؤسس یکی از قواهای مهمی هست که قانون اساسی را تصویب میکنه و از طریق تصویب قانون اساسی زمینه تأسیس قوه اجرایه، مقننه و قضایه را به وجود میاره. در افغانستان ما قوه مؤسس را لویا جرگه داریم. لویا جرگه قوه مؤسس هست در مباحث. و همچنان یک ایده
بحث قوه تعدیل را مطرح میکنه و این دانشمندان به این باور هستند که بحث ارسطو برای مطرح کردن سه قوه کامل نیست و نقص دان وجود دارد. نقص این است که به خاطر حل و فصل اختلافات میان این سه قوه باید یک ناظر و یک ناظم وجود داشته باشد که او همان قوه تعدیل هست. یعنی این که علاوه بر موجودیت سی قوه یک قوه دیگر هم باید وجود داشته باشد که او قوه بتانه اختلافات به میان آمده میان این سی قوه را حل فصل بکنه و او ناظم وضعیت باشد و ناظر بر وضعیت این سی قوه باشد. از این لحاظ بحث قوه چهارم یعنی قوه تعدیل را مطرح میکنه که در بعضی از کشورها، مثلا در کشورهای سلطنتی، تا حد سلطان در جایگاه قوه تعدیل قرار میگیره. تو زمان لازم اگر اختلاف بین قوه مقننه و مجریه برجسته شود، با اعمال صلاحیتی که داره در رابطه با انحلال پارلمان یا تغییر کابینه، میتونه که به اختلاف به میان آمده نقطه پایان بگذاره و این همان نقش قوه تعدیل هست که دانشمندان مطرح میکنند. بحث اخیر این است که اندیشه تفکیک قوا چگونه منتشر شد. ما در پیشینه به این مسئله اشاره کردیم که بحث‌های اساسی از نظریات ارسطو به میان آمده در رابطه و بعدها سایر دانشمندان از آن الهام گرفته که جان لاک به این بحث کار زیاد را انجام داده و اندیشه های جان لاک باعث شده که در انگلستان مسئله اندیشه تفکیک قوا جدی گرفته شود و همچنان نظام موجود در انگلستان به نحوی از لحاظ سنتی و تاریخی به گونه‌ای به وجود آمد که قدرت به تدریج بین پارلمان و بین شاه یعنی سلطان تقسیم شده می‌رفت. این هم تاثیرگذار بود و بالاخره بعدها انقلابی که در امریکا واقع شد و بر اساس او انقلاب امریکا استقلال خود اعلام کرد، در اعلامیه استقلال خود بحث اندیشه تفکیک قوا را مطرح کرد و بالاخره بعدها وقتی که در 1787 قانون اساسی امریکا به وجود آمد و صراحت اندیشه تفکیک قوا را در آن به عنوان یک اصل پذیرفت و بعدها در انقلاب فرانسه هم در 1789 این مسئله مطرح شد و در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه هم اندیشه تفکیک قوا به عنوان یک اصل مطرح شد. از آنجا به سطح کشورهای غربی این اندیشه ترویج شد و نشر شد و بالاخره امروز ما می‌بینیم که اندیشه تفکیک قوا به عنوان یک اصل برای دموکراسی و برای جلوگیری از استبداد اکثریت قوانین اساسی جهان ایران مورد توجه قرار داده و اساساً بدون تفکیک قوا نمی‌تواند نظامی که مدعی حالت دموکراتیک باشه شکل رو بگیره و قوانین اساسی معاصر و مدرن تفکیک قوا را جدی گرفته و به عنوان یک اصل لازم برای توزیع قدرت و بهترین شیوه اعمال حاکمیت آن را در نظر گرفته. بنان جهانی شده فعلا بحث اندیشه تفکیک قوا و همچنان در عمل در نظام های سیاسی مشاهده میشه که در اکثریت کشورهای جهان برای شیوه اعمال حاکمیت از آن استفاده میشه.